از روشهایی که برای کار پیدا کردن میتونید ازش استفاده کنید اینه که اسم کمپانیایی که میتونید توشون کار کنید و بلد باشید. اونا رو سرچ بکنید و ببینید که آیا پوزیشن کاری مرتبط با رشته شما و کار شما رو دارن یا نه. ولی اگه اسم همه کمپانیا رو بلد نباشید و یا اینکه ندونید تو اون شهری که زندگی میکنید و یا جایی که میخواید برید چه کمپانیایی هستش که کار مرتبط با شما رو ارائه میده، چجوری میتونید دنبال کار بگردید؟ این موضوعیه که من میخوام توی این ویدیو در موردش صحبت بکنم. سلام بچه ها، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه با من. من یاسمن هستم و توی این ویدیو میخوام باهاتون در مورد کار پیدا کردن توی آلمان صحبت بکنم. همونجوری که اول ویدیو توضیح دادم، یکی از روشهایی که میتونید برای کار پیدا کردن ازش استفاده کنید اینه که اسم کمپانی رو بلد باشید و برید توی وبسایتی که اون کمپانی داره و قسمت پوزیشنایی که باز هست نگاه بکنید که ببینید آیا پوزیشنی که مربوط به رشته و کار شما باشه وجود داره اونجا یا نه. ولی یکی از مشکلاتی که این موضوع داره اینه که شما اگه مثلا توی شهر خاص زندگی بکنید، امکان داره که اسم همه شرکت‌ها رو ندونید و این باعث بشه که نتونید برید وبسایت همه اون شرکت ها رو چک بکنید. اگه توی اینستاگرام من رو دنبال کرده باشید، حتما اونجا دیدید که یه سری وبسایت رو معرفی کردم که پوزیشن های کاری مختلف رو اونجا میتونید پیدا بکنید. حالا میخوام اینجا کامل توضیح بدم که چجوری میتونید از این سایت ها استفاده بکنید. توی این ویدیو من صرفا در مورد یکی از وبسایت ها توضیح میدم و بقیه وبسایت ها رو میذارم برای ویدیوهای بعدی که خیلی هم طولانی و خسته کننده نشه. یکی از خوبیایی که این وبسایت ها داره اینه که تعداد فیلترهای زیادی داره و شما هر کدوم از این فیلترها رو که انتخاب بکنید میتونید بر اساس علاقه و هدفتون شغلی که میخواید و ازش در بیارید. و اینم بگم که این وبسایت ها فقط صرفا برای کسایی که میخوان مستقیم و فول تایم کار بکنن نیستن. اگه شما دوره های آسپیلدونگ رو گذرونده باشید یا حتی اگه دانشجو باشید و دنبال کار دانشجویی باشید و یا حتی اگه بخواید که به صورت نیمه وقت و پاره وقت یه کاری رو پیدا بکنید، میتونید از این وبسایت ها استفاده بکنید. اولین وبسایتی که من میخوام بهتون معرفی بکنم و با همدیگه میریم بررسیش میکنیم، سایت استپستون هستش که اونجا میتونید دنبال کار مورد علاقتون بگردید. سایتی که با همدیگه میخوایم نگاه بکنیم استپستون هستش. استپستون رو سرچ میکنیم و وارد وبسایتش میشیم. اگه شما هم مثل من قبلا ثبت نام کرده باشید، مستقیما شاید وارد پروفایلتون بشه. ولی اگه هنوز ثبت نام نکردین، میتونید با ایمیلی که دارید ریجستر بکنید و بعد وارد وبسایت بشید. بالا سمت راست پروفایلتون رو میتونید ببینید و از اون قسمت وارد مای پروفایل بشید. توی قسمت مای پروفایل میتونید اطلاعات خودتون رو وارد بکنید. مثلا توی این قسمت اگه جاب تیتل یا شغلی که دنبالش هستید میتونید بنویسید و یا اون شهری که توش دنبال کار میگردید و وارد بکنید. حتی میتونید میزان حقوقی که مد نظرتونه رو اینجا بنویسید. و یه سری فیلترهای دیگه داره که شما میتونید بر اساس هدف یا علاقتون اونا رو وارد بکنید. ولی اینا اجباری نیستش. توی قسمت بعد داسکنیش شما میتونید لبنزلافتون رو یا سیوی که دارید رو اینجا آپلود بکنید و تجربه ها و اسکیل هایی که دارید رو میتونید اینجا دوباره اضافه بکنید. این حالت یه پروفایل برای شما در میاد و شاید بهتون بعدن یه شغل هایی رو بتونه پیشنهاد بده بر اساس توانایی ها و سیوی که شما اینجا آپلود کردید. تو قسمت آخرم میتونید دوباره یه سری از سرتیفیکیت ها یا مدارکی که دارید رو اینجا ارائه بدید که نشون بده که شما ها چه توانایی هایی رو دارید یا چه دوره هایی رو گذروندید. حالا ما وارد قسمت اصلی وبسایت میشیم و از اینجا میخوایم ببینیم که چجوری میتونیم دنبال یه شغل بگردیم. یعنی در نظر بگیم که ما دنبال یه شغل IT هستیم. میتونیم اینجا IT Administrator یا یه شغل دیگر رو وارد بکنیم. هر شغلی که مد نظر خودتونه. حالا مثلا اگه بنویسید IT، خب خودش حتی یه سری شغل ها رو بهتون معرفی میکنه و پیشنهاد میده. مثلا ما مینویسیم IT Administrator. خودتون میتونید اینجا انتخابش بکنید. و در قسمت بعد محلی که میخواید دنبال این شغل بگردید و وارد میکنید. مثلا ما می نویسیم برلین و جاب فیندن رو می زنیم.
اینجا میبینید که این قسمت تمام شغل‌هایی که برای IT Administrator هست و داخل برلینه براتون لیست میکنه. و قسمت سمت چپ یه سری فیلترهای دیگه هست که شما میتونید بر اساس علایق و یا هدفتون اونا رو انتخاب بکنید. مثلا آیا میخواید این شغل هوم آفیس باشه یا نه، یا میزان درآمدی که میخواید این شغل داشته باشه چقدره و چیزهای دیگه، مثلا چه زبانی باشه و چیزهای دیگه. حالا ما اینجا یکی از این کمپانی هایی که آورده رو انتخاب میکنیم. اگه اینجا دقت کنید نوشته for 14 Stunden، یعنی 14 ساعت قبل این شغل آپلود شده اینجا، پس تقریبا یه پوزیشن جدیدیه. واردش میشیم. خب حالا شما اینجا میتونید تمام مشخصاتی که برای این پوزیشن کاری هست رو ببینید. عنوان شغل IT Administrator هست، برلین هست و اینجا میزان حدودی درآمد و حقوقی که بهتون میده رو براتون نوشته و یه شغل فول سایت یعنی فول تایم و اینکه هوم آفیس هم امکان پذیره برای این شغل. اگه شما وقت نداشته باشید و بخواید صرفا فقط الان یه نگاه کلی بندازید و بعداً دوباره برگردید به این پوزیشن که ببینید چی هست، میتونید قسمت شپایشرن رو بزنید و این شغل براتون سیو میشه و بعداً میتونید تو قسمتی که سیو شده دوباره برگردید و این پوزیشن رو با دقت مطالعه بکنید. اگه پایین تر بیایم میبینیم که توضیحات بیشتری رو در مورد کمپانی و این پوزیشن نوشته. خب این توضیحات کلی هست که نوشته و برای شغل و برای این پوزیشن توضیحاتی که داده ایغه آفگابن، که مثلا وظایف شما توی این شغل چه هستش. اینجا همه رو براتون توضیح داده که شما چه وظایفی رو باید انجام بدید توی این پوزیشن. و تو قسمت بعدی ایه پروفیل نوشته که در واقع شما چه بک‌گراند و یا چه اسکیل هایی رو باید داشته باشید که مناسب باشید برای این شغل و میتونید اونا رو بررسی بکنید و با CV خودتون تطبیق بدید. و تو قسمت بعد میاد توضیح میده که این کمپانی به شما چه خدماتی رو ارائه میده و اگه اونجا مشغول به کار بشید از چه چیزهایی میتونید استفاده بکنید. حالا وقتی که شما اینو کامل مطالعه بکنید و میبینید که به این پوزیشن علاقه دارید و میخواین برای اون اپلای بکنید، میتونید از این قسمت ایش بین انترزیت رو بزنید و شما رو به مرحله بعدی میبره. خب این قسمت برای هر کمپانی امکان داره متفاوت باشه. مثلا برای این پوزیشن شما باید تمام این فرم ها رو پر بکنید و بعداً قسمت گتس بوربن رو بزنید، که یعنی شما برای این پوزیشن اپلای کردین. خب ما فعلا اینو میبندیم و برمیگردیم به وبسایت استپستون خودمون. پس دیدیم که اگه به شغلی علاقه ای داشته باشید و یا بخواید ببینید که توی کدوم شهر هست، میتونید از این قسمت بالا اونو سرچ بکنید و وقتی که شغلی رو سیو میکنید میتونید بعداً از قسمت Mind Jobs اونو دوباره پیدا بکنید، Mind Stepstones. مثلا اگه من این پوزیشن رو سیف بکنم میتونم بیام بعدن داخل من جابز و اشپای شرط جابز اینجا بزنم و تمام شغلهایی که من اینجا سیف کردم و به هم نشون میده که من چه پوزیشنی رو سیف کردم که بعدن بخوام دوباره بهش برگردم. وبسایت استپستون صرفا فقط برای پیدا کردن اون شغل و پوزیشن کاری هستش که شما دنبالش میگردین، ولی یه سری وبسایت های دیگه هستن که شما از طریق اونا میتونید مقایسه های بیشتری رو انجام بدید و فیلترهای بیشتری رو داشته باشید. حتی میتونید جاب ریویو داشته باشید، ببینید که نظر بقیه در مورد اون پوزیشن و کار چی بود، یا مقایسه هایی بین شرکت های مختلف و پوزیشن های مختلف داشته باشید که حتما توی ویدیوهای بعدی اونو براتون توضیح میدم. اگه این ویدیو بهتون کمک کرده خوشحال میشم که لایک بکنید و یه کامنت هم حتما زیر ویدیو بذارید. مرسی از همراهیتون. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.